با عرض سلام و درود محضر شما بینندگان گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از قسمت‌های آموزشی برنامه شهروند خبرنگار. شهروند خبرنگاران گرامی، ما همواره کوشش می‌کنیم تا راهکارها و موضوعاتی را به شما آموزش بدهیم که در عرصه کار شهروندی شما را کمک کند. شما نیز می توانید برای ارسال فایل و تصاویر شهروندی برای ما به صفحه فیسبوک برنامه شهروند خبرنگار مراجعه کنید و شهروند خبرنگار ما باشید. بینندگان گرامی، در این قسمت از برنامه ما می‌خواهیم برای شما آموزش بدهیم که چگونه در اینستاگرام پست بگذارید. ما در برنامه گذشته برای شما آموزش داده بودیم که چگونه در اینستاگرام برای خود حساب کاربر ایجاد کنید. اگر بنا به هر دلیلی نتوانستید بیننده برنامه‌های قبلی ما باشید، شما می‌توانید با مراجعه به صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار و همچنین به وبسایت چکات به نشانی www.chekat.tv بیننده برنامه‌های ما باشید. ما را در ادامه همراهی کنید. سلام مجدد به شما بینندگان گرامی. در این قسمت از برنامه ما می‌خواهیم برای شما آموزش بدهیم که چگونه در نسخه تحت وب اینستاگرام پست بگذاریم. برای کار خوب وارد اینستاگرامتان می‌شوین. همه قسم که مشاهده می‌کنیم در این قسمت هیچ گزینه‌ای برای ما وجود نداره برای که پست بگذاریم. قسمی که قبلا گفتم در نسخه تحت وب اینستاگرام یک سلسله فرق‌های وجود داره با نسخه اندروید و iOS. خب برای که ما بتوانیم در نسخه تحت وب پست بذاریم، کافی روی یک قسمت صفحه خود آمده و راست کلیک کنین. در این قسمت روی آخرین گزینه یعنی انسپکت کلیک بکنین و بعد چنین صفحه برای شما ظاهر میشه. در این صفحه روی گزینه بالا که شکل موبایل هست کلیک بکنین تا اینستاگرام به شکل صفحه موبایل در بیایه. و در این قسمت ببینین باز هم ما گزینه برای پست گذاشتن نداریم. برای این کار کافی یک بار در گوشه صفحه روی گزینه رفرش بزنین تا صفحه برای شما رفرش بشه. در این قسمت ببینین همه قسم که مشاهده میکنین در پایین صفحه حالا ما به این گزینه ها دسترسی پیدا کردیم و خیلی راحت میتوانیم از طریق گزینه میانی برای خود پست بگذاریم که این گزینه برای پست گذاشتن در اینستاگرام مورد استفاده قرار میگیره. ببینیم با کلیک روی این گزینه ما به بخش عکس هایی که در نسخه تحت وب ما وجود داره دسترسی پیدا کردیم. خب حالا من میتوانم که یکی از این عکس ها رو انتخاب کنم. مثلا من این عکس رو انتخاب میکنم و با کلیک روی گزینه اوپن در قسمت عکس برای من نمایان میشود. و ببینید من میتوانم با حرکت دادن ماوس عکس را به این طرف آن طرف ببرم. همچنین از طریق این گزینه شما میتوانین عکس به شکل مربعی یا مستطیلی در بیارین. از طریق این گزینه هم میتوانین که او به صورت راسته و برعکسی و دور بدین. همچنین از طریق گزینه فیلتر هم شما میتوانین افکت های مختلف به تصویر خود اضافه بکنین. خب روی گزینه نکست کلیک میکنیم تا وارد مرحله بعدی بشه. در قسمت هم دو گزینه در اختیار ما قرار داده، گزینه اد لوکیشن و تگ پیپل هست. در موبایل شما گزینه های زیادی در اختیار دارن، اما خب در نسخه تحت وب برای ما فقط اجازه همین دو گزینه داده شده. و در قسمت بالا هم شما میتونین برای عکس خود یک تایتل یا یک عنوان بنویسیم. مثلا من در قسمت میخوام یک متن بنویسم برای عکس من که به عکس بیایه. مثلا می نویسم رسانه ها به عنوان چشم و گوش جامعه. در قسمت بعدی هم می تونم اد لوکیشن موقعیت خود خور مشخص بکنم و با کلیک روی گزینه الاو می تونم این کار انجام بدم. از طریق گزینه بعدی هم که تگ پیپل هست می تونم افراد را تگ بکنم تا بیاین و به عکس من ریاکت بکنن و قلب بذارن. بعد در قسمت هم شما می تونین جزئیات کامل در مورد عکسی که می خواهیم پست بشه بنویسین. خب حالا وقتی که شما ادیت خور انجام دادیم با کلیک روی گزینه شیر عکس شما به اشتراک گذاشته میشه و در صفحه عمومی اینستاگرام شما دیده میشه. بله ببینین، خب عکس ما در قسمت نمایان شد و همچنین در قسمت پروفایل ما و نام کاربری ما سیتیزن ژورنالیسم نمایان شده. در قسمت هم روی سه خط افقی که کلیک بکنین برای شما گزینه هایی میده که میتوانین از طریق گزینه دلیت اور دلیت بکنین، یعنی پست خود. گو تو پست میتوانین به پست خود مراجعه کنین، از طریق گزینه شیر اشتراک بگذارین، کپی لینک و از طریق گزینه های دیگه هم میتونیم لینکر کپی کنین. خب در از طریق گزینه قلب هم میتوانیم ریاکت بکنیم، یک قلب بگذاریم به پست خود
و از طریق گزینه کامنت هم میتوانین کامنت بدیم. از طریق گزینه ایتیکه هست میتوانین به صورت مستقیم شیر بکنین به فیسبوک، مسنجر، واتساپ، توییتر و همچنین از طریق ایمیل هم میتوانین شیر بکنین. کپی لینک میتوانین لینک رو کپی کنین اگر هم نخواستین روی کنسل بزنین. از طریق گزینه هم شما میتوانین که بوکمارک هست پست مورد نظر خود سیو بکنه و کلیک کنین سیو میشه، نخواستینم دوباره او رو لغو بکنین. و همه قسم از طریق گزینه اد کامنت هم میتوانن دوستای شما برای شما یک کامنت بدن و همچنین شما هم میتوانین برای خود یک کامنت و یک نظر در مورد عکس بگذارین. و همه قسم که مشاهده میکنین پست شما حالا ساخته شده و دوستان شما میتوانن پست ببینن. خب بینندگان گرامی، این بود برنامه امروزی ما که تقدیم حضور شما شد. بینندگان گرامی، این بود قسمت کارعملی برنامه ایمان که تقدیم حضورتان شد. خدا کند از این بخش از برنامه ایمان نکات ارزنده دستگیر شما شده باشد. شما می توانید با مراجعه به وبسایت ما به نشانی www.cjn.af تصاویر ارسال شهروند خبرنگاران را ببینید. همچنین می توانید ما را در صفحه یوتیوب چکات تیوی نیز دنبال کنید. بینندگان گرامی، سوژه ها، مشکلات شهری و اتفاقات مهمی که در محل زندگیتان رخ می دهد را در قالب عکس و یا فیلم به ما ارسال کنید. ما هم آن را در سایت یا بخش مهم خبری به نشر می رسانیم. فراموش نکنید هنگام تصویر برداری و ارسال فایل برای ما نکات کامل را حتما بر روی فیلم توضیح بفرمایید. تا برنامه بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.